حالا من حرفاتون رو من رد نمی کنم، ولی این مسئله هست که حداقل تو تاریخ 150 سال اخیر ما تو ایران ما اینو همواره دیدیم دیگه، اینو تاریخ معاصر ما هم میگه. ما هیچ اتفاقی داخل ایران بدون مداخله خارجی نیفتاده، یعنی همیشه تغییر در ایران ترکیبی از تحولات داخلی و مداخله خارجی بوده. خب آخه مگه میشه غیر از این باشه؟ آخه ببین اصلا انقدر دنیا به هم ربط داره. برسم به اون نقطه، من میگم که ما باید بیان تحلیل بکنیم ببینیم که ادامه وضع موجود یعنی مستقر بودن جمهوری اسلامی به نفع کدام قدرت منطقه‌ای و جهانی هست و به نفع کی نیست. یعنی ممکنه حتی در داخل یه نیروی خیلی قوی و موثری بخواد که جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه، ولی آیا کشورهای و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هم صدا میاد؟ من یه بله صدا میاد عرض کنم که هستن کشورهای منطقه‌ای و جهانی که میخوان اینا باشن یا نمیخوان اینا باشن. این خیلی به نظرم مسئله مهمی. من حقیقتش اگه وقت باشه میخوام یه تحلیلی از قدرت‌های منطقه‌ای بدم. ببین اولا که خیلی کوتاه برام میگم آمریکا بستگی داره. خب بستگی داره و این کشورهای هم یه جوری دربارش صحبت میکنه انگار همشون هم نظره. خب شما تو اسرائیل میتونین برین یه کسایی رو پیدا بکنین که میخوان براندازی بشه، خیلی کسایی هم میتونین پیدا بکنین که اصلا نون و آبشون سر اینه که جمهوری اسلامی وجود یه تهدیدی برای اسرائیل باشه که اینا بتونن پولشون رو بخاطر که توی کارهای امنیتی میکنن اصلا به نفعشون که جمهوری اسلامی باشه. تو آمریکا هم خیلی‌ها رو میتونین، تو همون آمریکا میتونین پیدا بکنین خیلی‌ها به نفعشون که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، خیلی‌ها به نفعشون که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. برای همین کشورها رو یکی یکی نمیتونین یک به طور کلی بگیم به نفع کدوم کشور به ضرر کدوم کشور. خب سیاستمدارا با هم نظرشون فرق می‌کنه. خب ولی به طور کل خب نظام جهانی ترجیح میده که اتفاقات گنده نیفته، یعنی دگرگونی های شدید نشه. خب مگر اینکه انقدر گندش در بیاد که به مردم داره ظلم میشه که برای پیار خودش، برای ظاهر خودش مجبور باشه که بیاد بگه بله من طرف مردم این کشور هستم. یعنی به خاطر هزینه یه طرف مردم نبودن وقتی که داره بهشون ظلم میشه ممکن اگه به جای بکشه که خیلی دیگه نه مثلا اتفاقاتی که داره حالا میگه مگه نیفتاده تو ایران، نه منظورم مثلا نسل کشی چند میلیونی و اینجور چیزاست. خب ولی در کل همه هر نظم کلا یعنی خر تو خر نشه اولویت براشون اینه. خب حتی دشمنای جانی جمهوری اسلامی عربستان سعودی هم از مثلا سقوط این نظام یه مقدار میترسه به خاطر اینکه میدونن تو این خلاش ممکنه الان چه اتفاقی بیفته. ولی ببین موضوع اینه که محاسبه اینا هر چی هم که باشه، خب مردم ایران میتوانن این محاسبه رو عوض بکنن. خب به خاطر اینکه اگه جمهوری اسلامی یه مقدار سست بشه و به نظر این برسه که مردم ایران مثلا دست بالا رو دارن، حتی اگه این قدرت ها دگرگونی نخوان، خب تغییر سیاسی نخوان، مثلا اینا فقط هدفشون اینه که روش برای جمهوری اسلامی فشار بیارن، روش نمیخوان سقوط بکنه، از سقوط جمهوری اسلامی میترسن، نمیدونن بعدش چی میشه، چیزی که نمیدونن بعدش چی میشه ازش میترسن اینا. خب ولی اگه ببینن که به نظر میرسه که در نهایت جمهوری اسلامی قرار سقوط بکنه، اون وقت به نفعشون خواهد بود که بیان از چیزی که قراره بعدش بیاد حمایت بکنن. خب چون اگه مثلا حمایت نکنم میگن خب این مردم قرار بیان یه حکومت تشکیل بدن، ما میخوام یه کاری بکنیم. برای همینم شاهو ببین، برای همینم وقتی انقلاب شد تو ایران شاهو نذاشتن بیاد آمریکا، گفتن میخواستم قبل از اینکه اینا بیان این چه میدونم سفارت آمریکا رو تسخیر بکنن، اینا تو تصور داشتن که حالا میتونن با این حکومت جدید رابطه هم داشته باشن. ما الان شاه ها اگه راه بدیم وقتی این ارتباطی هم که با اینا داریم میتونیم از دست بدیم. شاه را نداره با اینکه سرطان هم داشت خیلی میخواستم از نهی بدن حتی درمانش بکنن. خب برای همین اگه ببینن مردم دست بالا دارن برای اینکه بتونن یه رابطه ممکنه با اون حکومت آینده داشته باشن، اون وقت میان طرف مردم رو میگیرن. یعنی محاسبهشون هر چی که الان باشه شما میتونین محاسبه رو براشون عوض بکنید. بگو کاملا درسته، من این حرفتون رو میپذیرم. ببین اینا دائما و لحظه به لحظه اوضاع رو مونیتور میکنن، رصد میکنن که چه اتفاقی در ایران داره میفته و کی میتونه دست بالا رو داشته باشه. یعنی و کشورها هم اینطوری نیست که به صورت قطع مثلا موافق ادامه وضع موجود یا تغییر اوضاع باشن، یعنی ولی یه برایندی داره دیگه. این سیاست هر کشور در قبال یک وضعیت یه برایندی داره که اون حالت انضمامی داره، یعنی شما میبینید داره چه اتفاقی میفته، چه سیاستی اتخاذ میکنه. ولی مسئله اینه که آش اونقدر شور نشده که
یا به اصطلاح کفه این اعتراضات آنقدر سنگین نشده در این مقطعی که داریم صحبت میکنیم میدونی چه جوری تحلیل اینا رو عوض بکنه؟ میدونی چی باشه باشه میدونی چی تحلیلش رو میتونه عوض بکنه؟ همین میگم این نه 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 شور بشه. نه 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 جواب بذار یه هینت بدم. خب میدونی چی میتونه محاسبشون عوض بکنه؟ تیتر اتاق بخون، تیتر اتاق بخون، تیتر رو تاقه بخون. بله این بخون خود تیتر رو، خودتون هم جوابشو دادید دیگه. خب بخون تیتر رو، اینجا رو که زهانه نمی کنن اینو. اوکی اوکی نمی کنن تیتر رو تاقه نمی کنن.